این که چرا زاویه های ال اولیه یا زاویه ال یک فاصله دور یا زاویه ال یک فاصله نزدیک باید گرفته بشه به چه دلیله؟ خب مشخصه، ما باید بیایم شرایط میدان ها رو که مرکز هدفه در نظر بگیریم که دیواره های خارجی رو به دست بیاریم. خب شما یک سره بیا دیواره خارجی رو بگی، ولی وقتی فاصله بین دیواره خارجی و داخلی مشخص نشه در همه اضلاع یا حداقل در ضلع اولیه از دو طرف، مقابل هدف هم مشخص نمیشه. فاصله دقیق بین دیواره خارجی داخلی مقابل هدف بین M و N یا مثلا FX یا N که همون دیواره خارجیه و زاویه L مشخص نشه، شما محدوده را فاصله دور که تشخیص نمیدید. خب اینجا باید شما وقتی دیواره خارجی رو گرفتید، فاصله دیواره خارجیتون با L1 اولیتون همون فاصله باشه که دیواره خارجی و داخلی از دو طرف یک ضلع از فاصله دور داشته. خب این مربوط به فاصله دوره. خب وقتی شما دیواره خارجی رو میگیرید، برمیگردید زاویه ال یک اولیه رو شکل میدید که با زاویه اولیه التون متفاوته، اینجا شما پشت به شمال رو به جنوب بودید، حالا باید پشت به شرق رو به غرب به طور مثال بکنید در این ضلع، بیاید اینجا تا ال یک نزدیک به هدف رو به دست بیارید، زاویه 90 درجه شو که یا زل رو از این ور بگیرید بیاید به سمت پایین، که باید این کار رو بکنید که در اینجا در این محدوده وقتی شما زاویه ال یک اولیه رو به دست آوردید با آنتن ادامه میدید تا جایی که دیواره خارجی رو میگیرید. خب وقتی دوباره دیواره خارجی رو گرفتید، میاد دیواره داخلی رو میگیرید، فاصله بین دیواره خارجی داخلیتونه که به دست آوردید و نقطه الف، اندازه‌هاش همه باید با دو طرف زل اون زل اولی فاصله دور یکسان باشه و با نقاط زاویه ال یک اولیتون یا ال دو اولیتون هم یه شکل باشه. حالا این از قسمت شمال به جنوبه که شما الان به سمت جنوب حرکت کردید، پشت به شرق رو به غرب. خب این شرایط برای اینه که شما باید بتونید الها رو به دست بیارید، فاصلش رو تا دیواره های خارجی به خصوص در مرحله اولیه که داری میاید که متوجه بشید آیا فاصله دیواره های خارجی داخلیتون از دو طرف زل در محدوده‌ای که دارید عملیات رو انجام میدید در زل نزدیک به هدف یکسانه، یک شکل، تا محدوده مرکز هدف رو بگیرید و اضلاع دیگر رو شکل بدید. پس به دست آوردن دیواره خارجی و داخلی، اندازش باید در صحنه اصلی کار 3 متر به 3 متر به بالا باشه که همه باید یه اندازه باشه، که 3 متر همشون باید 3 متر باشه در همه اصلا. ولی چرا باز میگردید و زاویه ال اولیه رو میگید که بخواید این یکی زل رو تشکیل بدید؟ و چرا در اینجا باز میگردید که شما بخواید ال یک رو به دست بیارید از دیواره خارجی؟ اینجا بحث دیوارهای خارجی ها، به خاطر اینکه شما باید در این قسمت این زل هم شک بدید، زل های دیگر هم شک بدید. خب بعد فاصله دیواره خارجیتون دا ال یک نزدیک به هدفتون یا زل نزدیک به هدفتون با فاصله بین دیواره داخلی خارجیتون یه شک باشه تا این ترکیب اضلاع دیگه درست و مرتب به دست بیاد. دلیلش اینه. البته دلایل دیگه هم داره ولی نیازی به گفتن نیست، چون روشش رو باید پیاده بکنید تا بتونید با دقت عمل به دست بیارید وضعیت اصلی هدف ها. البته اینجا بحث اینه که شما به چه دلیل باید فاصله بین دیواره خارجی تا زاویه ال حتما به دست بیارید که برابر با فاصله بین دو دیواره ها، دیواره خارجی و داخلی در همه اضلاع، به خاطر اینکه بتونید اضلاع رو درست شکل بدید و دقت عمل در پیدا کردن مرکز هدف داشته باشید.